سیاست قتل عام جنگل‌های شمال. بیش از 80 فقره آتش سوزی در یک هفته گذشته رخ داده است. 10 هکتار از جنگل‌های هیرکانی در استان گلستان و مازندران آتش گرفتند. طی چند روز گذشته 23 هکتار از مناطق جنگلی استان مازندران در شهرهای نور، بابل، ساری و نکا آتش گرفته است. بخش‌هایی از مناطق جنگلی در سوادکوه، رامسر، بابل، نور و ساری دچار حریق شده است. فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان درباره میزان خسارت این آتش سوزی ها گفته است که در یک هفته گذشته تا کنون 71 هکتار از عرصه های جنگلی گلستان در آتش سوخته است و بالاخره آتش به گردنه حیران که مردم آن را بهشت حیران می نامند رسیده است. گردنه زیبای حیران در مقابل چشمان حیران مردم منطقه در شعله های آتش می سوزد. مردم در فضای مجازی از ادامه سوختن حیران گفتند و کمک طلبیدند و رسانه های حکومتی به دروغ از مهار آتش نوشتند. کارگزاران حاکمیت علت آتش سوزی را خطای انسانی، کار قاچاقچیان و حتی کار بادهای گرم اعلام کردند. اما علت هرچه که باشد، واقعیت این است که خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، از بین رفتن جنگل‌ها، تولید ریزگردها و آلودگی شدید هوا که همگی ناشی از غارتگری سپاه و نهادهای حکومتی است، حلقات به هم پیوسته‌ای هستند که بلایای طبیعی را افزایش می‌دهند و در این حاکمیت غارتگر، وضعیت مدیریت پدافندی بلایای طبیعی در کشور آنچنان اسفبار است که با اندکی باران، سیل، با کمی گرما، آتش سوزی و با مقداری سرما قطعی برق نصیب مردم ما می شود.